دکتر فرامرز تمنا ساده رابط بنلل در استدیو مهمان من است و در همین رابطه بیشتر صحبت میکنیم سلام شما آقای دکتر خیلی خوش به برنامه برکس چه میتونه بکنه در قسمت تامین امنیت در منطقه مخصوصا حالا که محور به لحاظ نامنی ها در منطقه افغانستان است بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما بینندگان ارجمند سه کشور در حوزه برکس هستند که مستقیما با منطقه ای که امنیت افغانستان هستیمن میساز در ارتباط هستند مهمترین کشور هند است دومین چین است و سوم روسیه لذا هر گونه تعاملاتی که ایسا کشور با موضوع امنیت در افغانستان داشته باشند طبیعی است که میتونه مورد میتونه تغییرات در فضای امنیتی منطقه ایجاد بکنه قدرت هند و تقابلش با پاکستان از یک طرف قدرت چین دوستی استراتژیکش با پاکستان از دیگر سو و همچنین موقف روسیه با عنوان کشوری که حداقل در قضیه پاکستان موقف بیطرف داره نسبتا یا حتی اگه بگیم نگاه در سیاست خارجی خو نگاه تعامل گرایانه نسبت به پاکستان داره این سه کشور هست موضع در قبال امنیت افغانستان می‌گیرند و امنیت منطقه می‌گیرند. یک فضای پارادوکسیکال از یک جهت میسازه با توجه به تنوع منافع کشورها اما با توجه به وزن قدرتی که این سه کشور دارند کشورها که در حوزه امنیتی افغانستان هستند این میتوان تاثیرگذار باشه و به نحو همو و روایت که از امنیت در افغانستان و منطقه وجود داره تغییر بده از این منظر ای کشور و نوع نگاهشان به امنیت برای افغانستان مهم است دولت افغانستان خان شکلگیری یک اطلاف جهانی است در قسمت مبارزه با, با این مساله در نشست هم مطرح میشه روسیه این موضوع را مطرح هدف از اطلاف جهانی چی میتونه باشه در چنین مرحله که معادلات در حال تغییر هستند مثلا خود روسیه هم می عملا و نه ارتباطشان با طالبان را تایید میکنه یا میارگیری های طالبان میکنن با ایران و پاکستان که سابقه داره فکر میکنین که این اطلاف چگونه باشه مثلا شکل گرفتنش این اطلاف به صورت تدریجی خواهد بود در مطالعات سیاست خارجی به ویژه در آنجا که پای امنیت به میان میایه دو بحث است یکی کانسپچوالیتی است یا مفهوم مندی است دیگری کانتکستوالیتی یا زمین مندی است 16 سال از حکومت افغانستان این مفاهیم در حال گسترش است اجماع جهانی برای مبارزه با تروریسم وجود پایگاه های تروریسم در خاک پاکستان اما در این 16 سال کانتکستوالیتی یا زمین مندی برای برای بارگیری این مفاهیم وجود نداشته روزی که آقای ترامپ بحث پاکستان مطرح کردن و تا به حال به این سطح رهبری و با این قدرت از سوی ایالات متحده آمریکا مطرح نشده بود که پاکستان یکی از حامیان تروریسم عراق افغانی است و تروریست ها در خاک پاکستان هستند بعد از او همی گفتمان جهانی نسبت به تروریسم و حرس افغانی به ویژه خاصگاه تروریست ها و محل تمویل و تجهیز و آموزششان که پاکستان هست تغییر کرده این زمینه برای باروری او مفاهیمی که افغانستان در طول 16 سال گذشته پرورش میداد حال مساعد شده برای اولین بار است به عبارتی در طول 16 سال گذشته که کانسپچوالیتی و کانتکستوالیتی سیاست خارجی افغانستان در مبارزه با تروریسم عراق افغانی یک جا شده این اجماع جهانی بعد از های آقای ترامپ با اجماع منطقه‌ای که بعد از اعلامیه نشست بریکس مطرح است این دو تا میتونه تلفیق خوبی باشه برای از اینکه خاص های حکومت افغانستان برای مبارزه با حراس افغانی خاص های حکومت افغانستان برای به کرسی نشاندن پاکستان و مبارزه جدی و صادقانه پاکستان اما در میان شما بیشتر از تقابل هندو پاکستان حرف زدین و طبیعتا تقابل هندو چین هم مطرح هستند عنوان اعضای قدرتمند این نشست یا این دوره که بنام برکس حالا یاد میشه فکر نمی کنین که همین مفاهیم را با چالش میکشن حالا زمین اسازی شدن و نه باید اطلاف صورت بگیره و نه مبارزه صورت بگیره ما حالا این تقابل ها و منافیک که اینها دارن در همین اوضا و احوال که حاکم است فکر نمیکنین که مانع رسیدن افغانستان به این هدف باشه بله من نمیشه انتظار داشت که اعلامیه سران پنج کشور که عضو بریکس هستند می توان معجزه بکنه و فضای امنیتی افغانستان به زودی دگرگون بسازه به نفع افغانستان اما می آغاز یک روند مثبت در منطقه باشه به ویژه که بریکس بنیان شکل گیریش همکاری اقتصادی است بین پنج کشور غیر غربی و این پنج کشور حداقل سه کشورش در حوزه ای هستند که با امنیت ما گره خورده است چین و هند و روسیه در صورتی که فضای امنیتی منطقه مساعد نباشه همکاری های منطقه‌ای اقتصادی این کشور مقدور نخواهد بود من تصور می که نگاه بریکس نگاه اقتصاد محور هست اما بعد از رفع موزلات امنیتی این نگاه امنیت محور که قبلا وجود داشت این نگاه تبدیل شده به نگاه اقتصاد محور بب. نگاه اقتصاد محور مبتنی بر همکاری است مبتنی بر زدودن گره های امنیتی در منطقه است که یک از گره‌های مهم امنیت در منطقه پس پاکستان تروریسم و گروه های است که در افغانستان فعالیت دارن چه از پاکستان آمده باشند و چه از آسیا میان دولت افغانستان با عبارت درک درست از این اعلامیه موضع گیری کرده که یعنی کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ منطقه را فکر میکنند که حالا به منطقه این مسئله رسیدند که تروریسم تهدید است و افغانستان دوچار این چالش است از طرف دیگر شما میگین که بس اقتصادی بیشتر دنبال میشه اما ما به نوعی با پاکستان هم داریم مقاطعه میکنیم از سیاسی خیلی هم خوش میشیم که حالا تحریرات وزن میشه از سوی امریکا دولت افغانستان در میان چی میتونه نقش بازی بکنه حالا اینها که قدرت های بزرگی هستن اینها که روی مسائل اقتصادی کار میکنن اما بحث سیاسی در دولت افغانستان این ظرفیت داره, داره که بتونه به نوعی کنترل کنه حتما باید بشه چون این فضای مناسب فضای است برای باروری سیاست خارجی افغانستان فضای است که سه کشور که از متحدین استراتژیک ما و یا پاکستان هستند به یک اجماع نظر رسیدن البته قبلا هم وجود داشت قبلا هم روی تهدیدی به نام تروریسم اجماع نظر در میان کشورهای منطقه وجود داشت چون هر سه کشور هند در منطقه جامو و کشمیر چین در منطقه سینکیانگ و روسیه هم در چچن هم در سایر بخش‌های آسیای منطقه نفوذش است اینو تهدیدی از تروریسم داشتن این اجماع مشترک وجود داشت اجماع مشترک حالی است که این تهدیدات امنیتی پیوند داده شده با پاکستان پیروزی افغانستان در همین نقطه است که پاکستان به عنوان کشوری که حامی تسلیح کننده و تنویر کننده تروریساس مورد شناسایی قرار گرفته حتی توسط یک از کشورهایی که یک از متحدین استراتژیک پاکستان است به نام چین لذا این فضای استراتژیک و این فضای همگرایانه با سیاست خارجی پاکستان میتوانه مورد بهره مثبت حکومت افغانستان قرار بگیره و ما بتوانیم این اجماع هم منطقی و هم اجماع جهانی که وجود داره اینا به هم پیوند بخوره هم نگاه ایالات متحده آمریکا و مجموعه ناتو به پاکستان هم نگاه منطقی به پاکستان اینا باید در یک جای به هم تلاقی پیدا کنن و این تلاقی به معنای ساختن استراتژی های جدید برای اصلاح سیاست خارجی و داخلی پاکستان در در اقبال هر سفک از بس پاکستان از حالا و این طرف دنبال شد در سیاست خارجی افغانستان یک از ترین مواردی بود که باید پرداختن میشد در نهایتش قسمتی از این اهداف برآورده شد اما در بحث امنیت و حمایت از طالبان بحث روسیه و تقابل آمریکا با روسیه هم در افغانستان در میدان افغانستان یک موضوع قابل نگرانی بر مردم افغانستان شده. مثلا روس ها اعلامیه پخش کردند خانه خروج امریکایی ها شدن و ناتو شدن فکر نمی کنید که اینها گره های تازه هستند که بر معادلات سیاسی در افغانستان افزوده می شن نه گره تازه نیست من فکر می در طول 16 سال گذشته روس ها و امریکایی ها در خصوص مسائل افغانستان با هم اختلاف نظر داشتند اما باور اصلی من همیشه ای بوده که افغانستان محل تعارض ایالات متحده آمریکا و روسیه یا روسیه با سایر کشورهای از و ناتو نیست مسائلی که در میان روسیه و کشورهای ناتو و ایالات متحده آمریکا وجود داره محل رتق و فتقش شاید در اوکراین باشد در شاید در سوریه و شاید در ایران <applause> اما حضور ایالات آمریکا با عنوان یک هژمون خوشخیم در افغانستان پس از سال 2001 نسبتا آمریکا و روسیه را به هم نزدیک کرد لذا اگر قرار باشد تقابل بین ایالات آمریکا و روسیه و یا روسیه با مجموعه کشورهای ناتو صورت بگیره او محل افغانستان نخواهد بود سپاسگزار از حضور شما دکتر فرامرز تمنا استاد روابط